44 درصد درآمد نفت در دوره این اضافه شد و اومده و معلوم نیست این پول کجاست. در طول 5 سال گذشته 240 250 میلیارد دلار پول تو کشور ما گم شده. اون وقت شماها به خاطر 1,000,000 تومان 1,500,000 تومان حالا هر چی 4 تا ساندیست و 4 تا کوپن و اینا باتوم دستت گرفتی دختر هموطنتو میزنی توی زندان شکن. آقا برید بریزید در اون اوین رو شما همین سپاهی ها بسیجی ها اطلاعاتی ها این بازجوها رو بگیرید با تناب آویزونشون کنید به دارشون بکشید. خفت و خاری بسه. به قبر اون خمینی پفی و سگ برینه یا این کرخرین خامنه ای مفعول حرومزاده سکوی فوش میده با میبینید آقا به روحانیت داره توهین میکنه. آقا الو دفتر مردادم از لندن باز داره به روحانیت توهین میکنه به قبر تور روحانیت و کسافت هایی که مملکت منو به لجن کشیدن. آیا میدونید خسارت اقتصادی احمدی نژاد در طول این 5 سال و اندی اونقدر زیاد بوده که به هر خانواده ایرانی نزدیک به 5 کیلوگرم طلا میرسید اگر این حرومزاده امثال این نبود؟ آیا میدونید لایحه چند همسری رو دولت احمدی نژاد به مجلس تقدیم کرده بود تا به صورت قانون در بیاد و هزار مسئله دیگه؟ اصلا وای که مملکت ما رو چجوری تاراج کردن از بین بردن. خاک بر سر احمدی نژاد. اون مصباح یزدی بی پدر و مادر حرومزادتون رو باید از اون چیزی که نداره از دیوار از درخت آویزون کرد. مصباح زنده بمون باد کار داریم حرومزاده. اون جنتی طول سگ که مثل این که میگن داره فنا میشه. چرا دارید میمیرید بی پدر و مادر رو؟ این 5-6 ماه 7-8 ماه آینده رو صبر کنید باتون کار داریم. حضورتون عرض کنم که شاهزاده گرامی اعلیحضرت رضا شاه دوم پادشاه ایران شخصیتی که ملتی امید به او داره. شما در تاریخ 5 ماه مه 2010 با برخی از ایرانیان که از درون وطن با شما صحبت کردند یک گفت و شنودی رو انجام دادید که بنده شاید 24-5 بار اون رو گوش کردم. باید با جرأت و صراحت خدمتتون اعلیحضرت عرض کنم که با بخش‌های زیادی از صحبت‌های شما بسیار موافق و باعث خوشحالی و سربلندی من هست که شاهزاده‌ای، شهریاری، وارث تاج و تختی، شخصیت سیاسی در مگنتیوت شما داریم با این گونه تفکرات سیاسی و معتقد به اصول دموکراسی و پلورالیسم و احترام به عقاید دیگران. شاهزاده گرامی، اما آن بخشی از ارائه افکارتان و به ویژه پاسخهایتان در قسمتی دیگر از آن بخش می باشد که من را شدیداً دچار افسردگی، ناراحتی، خشم و سرگیجگی می کند. سعی می کنم در کمال آرامش و با کنترل که دچار احساسات نشم اون رو با شما در میان بگذارم و باز دوباره توقع یک پاسخ صریح رو نیز از طرف خودم و از طرف هزاران نفر که صدها نفرشون با من به انواع و اقسام مختلف تماس گرفتن و تمام مدارک و اسنادش هست رو با شما در میان بگذارم. پاسخ صریح شما
از اونجایی که من باور دارم شما در طی این سالها سخنور بسیار چیره دستی شده اید، سخت نخواهد بود. اعلیحضرت شاهزاده آقای رضا پهلوی، شما در این سوال و جوابها به کرات از دموکراسی، پولاریزم، احترام به عقاید صحبت کردید و به طور مثال فرمودید که می توانیم افکار و اعتقادات سیاسی متفاوت را داشته ولی معتقد به رأی اکثریت در تعیین حق حاکمیت باشه، یا اینکه اظهار فرمودید، عین فرمایش شما رو دارم تکرار میکنم چون دیگه تمام اون مصاحبه اینجا تو مغز من، اگه بخواید از الف تا زیش رو سوال کننده ها جواب های شما رو دیگه بعد از 26 بار شنیدن تو مغزم در یک کابینتی کشوی هست و اینا، دارم عین فرمایش شما رو خدمتتون عرض میکنم. عین فرمایش شما فرمودید من حتی با مخالفترین عقاید بر نظرات خودم رو هم میخوام دفاع بکنم از کسانی که حتی مخالفترین نظرات رو عقاید رو بر نظرات خود من دارد. اینو در این گفت و شنود نگفتید، 30 ساله دارید میگید. این روحیه دموکرات منش شماست و همه شما رو به خاطر همین تفکر و همین عقاید و همین طرز بیان بسیار دوست میدارد. اما این فرمایش شما رو تکرار میکنم که من، یعنی شما، حتی با مخالفترین عقاید بر نظرات خودم رو میخوام دفاع بکنم که این حق نیست در آتیه در مملکت خودمان رو داشته باشیم که بتونیم از هم دیگه دفاع کنیم. اما پادشاه، شاهزاده، اعلیحضرت، شهریار ایران، جناب آقای رضا پهلوی، قسمت سرگیج آور و پارادوکس فرمایشات شما از دید من اینه که در پاسخ به سؤال چند نفر از این آقایون که پیوسته و کلیشه‌وار و از قبل سؤالهاشون نوشته شده، تدوین شده، روی حساب پیاده شده، از کلمات هواداران شما و گهگاهی هم از جمله برخی از هواداران شما استفاده کرده، گلایه و شکمه می نمایند که عمل کرده این افراد به نوعی باعث شده است که ما در ایران و در صحنه مبارزاتمان نتوانیم اسمی از شما برده و چنانچه نام ببریم ما را اتصال به ضد انقلاب کرده و در پاره اوقات نیز سلب اطمینان می شود. اعلیحضرت شاهزاده، من شما رو خوب می شناسم. من می دانم در همان زمانی که این سوال داره می شه شما هنوز واژه 1 به 2، 2 به 5، 5 به 8، 8 به 15 و 15 به پایان نرسیده، می دونید طرف چه می خواد بگه. اما این سوال ها داره همینطور در مصاحبه ها گفت و شنود های شما در طول 3، 4، 5، 6 سال گذشته، چه با کمونیسته، چه با مجاهده، چه با فداییه، چه با تودهیه، چه با حکمتیسته، چه از این گونه مصاحبه ها و گفت و شنود های پلتاکیه داره تکرار میشه. خوب توجه کنید شاهزاده، به کجا میخوام برم. قسمت سرگیج آور، تکرار میکنم، و پارادوکس فرمایشات شما از دید من اینه که در پاسخ به سؤال چند نفر از این آقایان که پیوسته کلیشه‌وار از کلمات هواداران شما، گهگاهی هم از جمله برخی از هواداران شما استفاده کرده، گلایه و شکوه می نمایند این طفل معصوم های حزب اللهی، این طفل معصوم هایی که تمام هدفشون خیره، میخوان این احمدی نژاد چاقوکش تیر خلاصت بره، این موسوی نازنین بیاد جاش بشینه، خامنه ای بره، آقای رفسنجانی بشینه، خاتمی و دار و دستش بشینن مجلس رو پر بکنن، نیتشون خیره به خدا. اصلا من درک میکنم، اما اینها